کلیه برجک‌های نگهبانی به گوش باشن. کد 2 اعلام میشه. تکرار میکنم، کد 2 اعلام میشه. جایرامون هک کرد. اگه لو بریم من یکی دیگه شما رو نمی‌شناسم. فلش کن پرنده رو، اینجا اوضاع خطریه. جمع کنیم بریم. من بدون پرنده اینجا نمیام. اگه بتونید شما بهم کمک کنید من بتونم چند دقیقه با لیدر این گروه حرف بزنم، مطمئن باشید خیلی از باگای این پرنده رو میتونم در بیارم. آقا اصلا الگر کاری کرده، اشتباهی کرده، چیزی بوده به من بگید، من گوششو میکشم. بیشتر از تیمت بگو، چجوری با هم آشنا شدیم؟ آقا تیم کدومه؟ قاسم و جواد گفتن که بعد از عملیات قرار بود از کشور خارج شیم، درسته؟ من باور میکنم حرفاشونو. آدمای خوش باور میشن جای جوادی اون بره میز. استاد سرکار خانم قوامی، بنده به عنوان سرگروه اینجا هستم که طرحو ارائه بدم. البته استاد شما فقط طرحای بنده رو به صورت شفاهی گوش کردین. انقدر مشغلتون زیاد هستش که اصلا وقت نذاشتین که طرح بنده رو مطالعه بفرمایید. تو زندگی نداری؟ داشتم. اما شما ازم گرفتینش. ببین من واسه پایین کشیدن پرچم این پسر از جوادی حاضرم منت همه رو بکشم. مایلا از این دختراست که عاشق جنگیدن با بچه پررویی مثل این مهندس جوادیه. بچه ما اینجا؟ دانشجوی شما بیشتر از این باید حواسش جمع باشه. کاش میشه جذبش کنه. نمیشه. میخواد بره آمریکا. باور کنه ما رو بی جهت دستگیر کرده. معلوم میشه. سپیده جون متاسفانه خبردار شدم جامعه علمی دچار خسران بزرگ شده. وای چی شده الناز جون؟ فضاپیمایی که قرار بود زمین رو به مقصد مریخ ترک کنه یادته؟ خب افتاد. آخه تلفات هم داده؟ آره سه تا. وای اگه پروژه شما رفت توی مسابقات من جواد جوادی نیستم. لطفا تو پروژه که توش تخصصی نداریم دخالت نکن. آقای محترم برخلاف میل باطنی مجبورم که اینو بدم مطالعه بفرمایی متوجه بشین بنده تخصص دارم یا خیر. مگه امثال شما دم بدم نمیگن علم مرز و دیوار نداره؟ آره ولی این دیوار اونا دوره ما کشیدن. بچه میخوام وسایلمون رو تحویل بدم. جان من ایوال دمشون گرم. دمشون گرم. وای بالاخره یه خبر خوبم شنیدیم. آقا یکم سریع تر بگیم. چه همه موتور اینجاست؟ چه خبر اینجا؟ اینجا شطور بابارش گم میشه. حالا لای این همه موتور و ماشین ما کیو پیدا کنیم؟ بالاخره باید مسئولی داشته باشه دیگه. بگرد ببینیم کیو این. یا یا آقا اینجا بیا. ای واسیم رکابش. وای 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 رانما. همو شرف هم اینجاست. این را نمیده. سلام شرف. سلام شرف. کمکاکی هم چون. چه گریه میکنه؟ بشک موتور سالم همو شرف. تو ببینی که سالم نکبت این سالمه موتور نازنین من این کلخ نشده این هزار تو مشکل پیدا کرد. آقا آقا ول کنیم این لگن رو بریم سراغ ماشین. لگنش بین بگی لگن. نه من آقا اشتباه شد رفعه بیدم. شما یه دکمه میزنی سر دلت میره بالا بیا پایین. این همه زندگی منه. آقا من چک میکنم جسارت نکنم. چک میکنم ماشین ما کجاست؟ بالاخره قسمت ماشین لاین 12. خیلی همون تا اینا رو چک بکنیم ما برمیگردیم. برا میرم بفرمایید. ای بابا عزیزم عزیز یا علی اوه پدر شاد. صندوق چرا خالیه؟ پرندمون کوپا بگرد بسیم. آقا ما کلی وسیله داشتیم توی ماشین. من اطلاع ندارم. خب یعنی چی اطلاع ندارم؟ به من گفتم فقط ماشینی تحویل بده. آخه ما یه سری وسیله داشتیم برای ما مهمه. خور بود اینجا. گفتم که من اطلاع ندارم. ای بابا جلو رو بگر شاید گذاشتن جلو. خبری نیست. ای بابا دفترچه منم نیست. الان دفترچه تو مهمتری یا اون پرنده؟ خب معلومه که هر دوش برای من مهمه. حتما این مشکلی پیش اومده. باید با آقای خوشنام زنگ بزنی. خب ول کن آقای خوشنام چرا دردسر درست می‌کنی؟ آقا این امضا کن من برم کار دارم. آخه چی رو امضا کنم؟ آخه چرا متوجه نیستی نیست از وسایل ما نیست؟ جواد اومدن تو رو خدا امضا کن ماشین رو تحویل بگیریم بریم دردسر میشه. چی شد؟
دبل گرفتین؟ بله گرفتم. ماشینو بله، ولی وسایلمون نیست. یه پرنده داشتیم. در واقع یه کوادکوپتر داشتیم. یه دفترچه اینجا بودی که برام. اونا مجوز ترخیص ندارن. آخه یعنی چی مجوز ترخیص ندارن؟ اون پرنده برای همه ما مهمه، آینده ما به اون بستگی داره. آخه چرا متوجه نیستی؟ ما تو پرنده رو مهم نگیریم از اینجا هیچ جا نمیریم آقا. خیلی خوب. خودتون خواستین. ماشین دوباره توقیف میشه. آقا اجازه بده، آقا اجازه بده، این رفیق من یه ذره نفهمیده حرف بزنه. گاهی ساکت باش. نه من شلوغش نکن. آقا شلوغش نکن. چیه جواب بابامو تو میدی؟ چیکار میکنی؟ راجع پرنده بدن حرف میزنی. هیچ آقا غلط کردم واسه مواقع گذاشتن. آقا میبریم ماشینمون. مسعود ازشون امضا بگی بفرستشون برن. آقا اینو امضا. آقا خیلی ممنون. بعدم با هم حرف میزنیم. حرف میزنیم باشه دیگه. اینو امضا. یه امضا بود، یه موافقت کوچیک. باز روز از نام، روزی از نام. همین سرنوشتمون به هم ریخت. وقتی دکتر توفیقی اومد آزادمون کرد، گفتم پروژه‌مون آزاد شد. چه خوش خیال بود. بیا به جای هرس خوردن و غصه خوردن اینقدر حرف نزن، به جای شکلات بخور، اعصاب ما رو هم خورد نکن تا ببرم دیگه جای خوب. روی دل خوشه آسم. اگه وسواس وجدان کاری بعضیا نبود اینقدر غر نمیزدم. حیفون همه شب بیداری ها، حیفون همه موقعیتی که هدر رفت، حیفون همه دعوتنامه هایی که الکی داده خاک میخورد. راستش منم خیلی با وجنات دکتر توفیقی حال نمیکنم. یه جا خوندم نوشته بود زندگی مسئله ای نیست که بشه اونو حلش کرد، واقعیتیه که باید تجربهش کرد. چه ربطی داره؟ ربط داره دیگه. یعنی این که دکتر توفیقی مسئله نیست ما ستا بشینیم حلش کنیم، یه واقعیت سخت و پیچیده تو زندگیمونه که متاسفانه تجربهش هم کردی. You understand؟ نخه، ما چوب تخ گزندگی دکتر توفیقی رو نمیخوریم، ما چوب عشق عاشقی یکی دیگر رو میخوریم. بس قاسم، بس، انقدر قر نزن. با مطلق انداختن مگه چیزی عوض میشه؟ نخه عوض نمیشه، ولی تو همون به همون پرنده خودمون اکتفا میکردی. هی آپشن به اون کارکارک اضافه نمیکردی، بعضمون این نبود. تصمیم جمعی گرفتیم. آره دیگه، تنهایی نشستم تصمیم بگیرم که. نخه من مخالف بودم. اگه به من بود همون پروژه های نصف کاری قدیمی که کم درد بستر بود واسه دفاعی انتخاب میکنم. هی گفتی باید بردش کنترل کنم، هی گفتی اگه عدی خارج بشه بشه مهارش کنم. دوربین، فرستنده، نصب هارد کامپیوتر رو پرنده، سیموی نداشت خواستا. آخه چی شد؟ رفتی سرخونی هم. قاسم بس کن تو رو خدا، بس کن. آقا میریم پیش دکتر توفیقی، میریم دفترش، بس میشینیم، بالاخره یه وقت ازش میگیریم دیگه. دقیقاً با کدوم کوادکوپتر وقت میگیریم؟ دلت خوش آمد سلطان. آقا کوادکوپتر نشد، یه چیز دیگه. اصلا کوادکوپتر فدای سرم. الان مهم اینه که ما تونستیم این ماشین رو تحویل بگیریم. باز روز از نو، روزی از نام. بس کن قاسم، بس کن. به خدا حال منم بهتر از تو نیست. اینقدر قر نزن. من گشتم اعصاب ندارم. اعصاب نداری ساکت باش. تو هم ساکت باش دیگه. آقا از این به بعد اصلا هرچی من میگم باید گوش بدین. چرا باید همگی صبر کنیم ببینیم تو چی میگی همون کارو بکنیم؟ اذیت شدی مهندس جان. چند سال تو داری به جا ما تصمیم میگیریم، ما حرفی زدیم. قاسم یه دقیقه ساکت باش. جواد جان شما هم ساکت باش. آقا را بیفتیم بریم یه جایی بشینیم، یه ذره آروم شیم، حالمون خوب بشه، یه لقمه کوف کنیم. به 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 به. بفرمایید آقا، دست شما درد نکنه. به به. ببین چی آوردم براتون. مطمئنم همچین رستورانی تو زندگیتون نرفتیم. بفرما. جوجه برای آقا قاسم، ناردونی برای شما، بختیاری هم همین یه دونه بود گرفتم از خودم. خب بسم الله. آقا جوادم سگرمه هاشو باز کنه، به هیچی هم فکر نکنه، با آرامش غذاشو بخوره، بعد میریم خوابگاه یه راه حلی پیدا میکنیم. بدون اون پرندهش راه حلی نمیشه پیدا کرد مسعود. پایان نامه، پروپوزال، چه میدونم تحقیق، بورسیه، دانشگاه، همه اینا یه زمان بندی داره، باید دوباره از اول تهش. همه اینا که میگی درست، اما با غصه خوردن الان چیزی حل نمیشه. غذا تو بخور. آره الان بخوریم بعدا حرف بزنیم.
ببخشید بچه‌ها. ولی تو این شهر چیزی از گلوی من پایین نمیره. بگی زودی من میرم خوابگاه. شما مگه دوست داشتین بگیم بسته‌بندی کنه بیاره اونجا چیزی با هم می‌خوریم. آقا بشین دیگه زهره ما رو من آقای جوادی. ما اینجا اومدیم غذا بخوریم مشکلاتمون رو حل کنیم. وقت بلند میشی میری. یکم احترام بذار. خب. خیلی خوب آروم من که چیزی نگفتم. من فقط گفتم منم الان اعصابم خورده تمرکز لازمو ندارم. یه وقت یه چیزی میگم اوقات شما تلخ میشه. نگو تو هم هیچی نگو الان. قضا میرم خوابگاه شما هم بیاین. یه جوری رفتار میکنی انگار فقط خواهی تنهایی زحمت کشیدی. آقا جنبه غذا خوردن تو رستوران نداریم جمع کنیم بریم خوابگاه. نکنین دیگه آبرو ما رو نبرین اینجا. امشب باید بشینیم تو خوابگاه آسیب شناسی کنیم. باشه شب بشینیم آسیب شناسی کنیم. الان غذامون رو بخوریم بریم. بعد یه سال الان میخواد آسیب شناسی کنیم. این اخلاق دیگه تو کت من نمیره. من میرم پی زندگی خودم. تو هم تو اتاق بشی به خاطرات سر و کله بزن. آسیب شناسی کن. قاسم جان قرار شد بیام اینجا بشینیم غذا بخوریم از رفاقتمون حرف بزنیم. نکنین این کارا رو دیگه. ابن زمستون. مؤدب باش قاسم. اگر روز اول کار شروع کردیم یه حرفام می‌زدیم کار به اینجا نمی‌کشید. انگار خودت تنهایی بدبختی کشیدی. ما هم کشیدی. ما هم هزینه کردیم. آقا هزینه چیه میگی؟ اجازه بده آقا مسعود. بله آقا قاسم شما هم هزینه کردین. منم میدونم که شما هزینه کردین. ولی گوش کن قاسم من زیر دین کسی نمیمونم. این گندی که خودم زدم خودم هم تاوانشو پس میدم. شده پا روی غرورم بذارم. شده خودم رو حقیر کنم خودم رو کوچیک کنم میرم قرض میگیرم ولی مدیون تو نمیمونم. آقا منظورش اصلا اون هزینه نبود. چی به چی رب میده؟ منظورش معلومه چی؟ نه اشتباه گفت حرفشو درست نزد. درست حرف بزن تو هم دیگه. یه دقیقه ساکت باش اصلا. ای بابا شما هم خیلی تون نرو آقا مسعود. من خیلی وقت از تای چشات دارم میخونم که منو مقصر میدونی. من؟ بله شما. دمه شما گر دیگه همه واسه من رنگی نداره آقا جان. از امشب هم میرم یه اتاق دیگه پیدا میکنم. دیگه تعامل این رئیس بازیات هم نداره. مسعود هم اختیار با خودش. من واسه کسی رئیس بازی در نیاوردم. خداحافظ. آقا جلوشو بگیر. جلوشو بگیر نزا بره. بزا بره. کجا بره؟ آقا جلوشو بگیر. آقا ظرفیت منم حدی داره. تو دیدی چطوری با من صحبت کرد؟ ظرفیت ما حد نداره. هر چی دلم بخواد میگه. خب اعصابت خرد میشه. من تو باز میگی چرا کردی دیگه؟ اصلا انگار نه انگار با رفیق دوست آشنا هر چی ادنه در میاد میگی وقتی اصلا مگه من چی گفتم؟ من فقط دارم میگم من نمیخوام زیر دین کسی ای بابا. اصلا رفاقت سرت نمیشه. اینقدر دم از رفاقت نزن مسعود جان. تو هم خیلی فرقی با قاسم نداری. اگه خیلی رفیق خوبی تو این شرط پشت من در میومدی. نه اینکه پشت قاسم واسه. خیلی آقایی. دم شما گرم. خیلی مردی. الان تو کجا میری؟ میرم یه جایی که بتونم رفاقت کنم. برای شما انگار نتونستم. بی معرفت. لوس بازی در نیار. حداقل یه سویچ تو ببر. سویچ هم مال خوده. جواد سلام عزیزم چرا اینجا نشستی؟ من منتظر مامان بابامم. کی میاد؟ چه بگم؟ نمیدونم. همیشه بچه ها میگن من دیوونه شدم. مگه هر کس که منتظر مامان باباشه دیوونه شده؟ نه عزیزم بعضی موقع آدم وقتی یکی رو خیلی دوست داره انگار دیوونش. بذار اونا هر طوری میخوان حرف بزنن. کاش که زودتر میومدم.
رحیم جان. بابا. سلام مرحبت. علیکم السلام. خداوند نجار نیست ولی در به تخته میچسبونه. امو رحمت بلی. این بچه باز دمه در نشسته، مگه قرار نبود مواظبش باشی؟ مگه شما بچه بودی حرف حساب حلیت میشون؟ یاد میاد بچه بودی پشت باشی قایم شدی اومدی کارخونه؟ اینم همونجور سر بر میگردنم رحیم از میان گم شد. آقا پسر یه بریم تو درد تو جونم. بیه بریم حالا یه شعر بخونم برات. دیگه ریب رب 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 ریبات و رب نم ایشی میزه گرو بر جیبیلی گرو بر نم بفرما بفرما آقا کنیم جنم خوشگل آخر تو دنی بیتم بچم عبدوانم بگم جس جواد جان تو نمیه مگه بابا؟ نه شما بفرمایید من میام. باش حرمت جان عزیزم. سلام پسرم. سلام. چقدر دیر کردی؟ ببخشید جان چقدر خوشتیپ شدی. من دیگه با هیچ کس دوست نمیشم. اینجوری همیشه تنها میمونی ها. بهتر از اینه که ناراحت باشم. نه بهتر نیست. لذت زندگی به تجربه کردن و شکست خوردن میشه. به آقا جواد. سلام آقا عالی. سلام. معلومه دوباره چشم انتظاری. چی شده باز؟ چرا اینجا نشستی؟ انگار سرنوشت بچه‌هایی که بی‌مادری می‌کشن همیشه بیرونه داره. شاید هم بهتر بگیم بچه هایی که دنبال محبت میگردن. چیه؟ رو به راه نیستی؟ هیچ. هیچ. بریم تو با هم حرف بزن. شما بفرمایید من میام. نه دیگه نشد. تجربه ثابت کرده هر وقت که تو رو تنها گذاشتیم یک کاری دست خودتون ما دادیم. بریم. بفرمایید. جواد نظر چیه؟ سلام علیکم. سلام سلام خوبی؟ خسته نباشید. سلام عمو جان. خوشم. نظر چیه من تو وقتای بیکاری رمان رمان عاشقانه راجع به تو مومو بنویسم ها؟ فروش نمیره. سلام خسته نباشید. سلام سلام خسته نباشید. چرا فروش نره؟ البته یه بخشش حق داری یا راجع به تو مومو فقط باشه از فروش نمیره. ولی عشق ازلی ابدی. عشق هیچ وقت تموم نمیشه. همه دنبال عشقن. عشق همیشه خریدار داره. عشق به زندگی، عشق به آینده، عشق به مادر، عشق به فرزند، عشق به خاک. اینا هیچ وقت تموم نمیشه. مثلا همین عشق تو به این بچه‌ها که خونه ی مامان گلچهره رو فروختی و وقف خانی مهر کردی. اینا کم فروش نمیشه. البته اگه شما با این لطفی که به من داریم بخوایم بنویسیم و با قلم شما حتما فروش میدیم. بچه ها بچه ها بچه ها عمو جواد اومده. جمع کنید دیگه بیاین تو سر کلاس. بریم بریم امیر رضا خوبی؟ علی جان خوبی؟ خسته نباشید. بفرمایید. شده. مراقب پله ها باشید. بریم بچه ها بودیم. آرش بچه باید یا نکنه. مامان جان چرا نگفتی داری میای؟ میبینی که اوضاع خونه رو. ببخشید تو رو خدا. ناهار که خوردی؟ ناهار نه. نه چرا زودتر نمیگی مامان جان؟ نه مهم نیست حالا نرسیدم دیگه درگیر بودم نرسیدم. خیلی خب ببین هم تو فریزر قیمه داریم هم قرمه. تو توی دوش بگیری من یه برنج دم میکنم غذا آماده میشه. بلند نه نمیخواد غذا یخ زده نمیخورم. خیلی ممنون نمیخوام الان. من زنگ میزنم رستوران الان برات غذا نمیخواد مامان جان. اصلا خودم پا میشم الان تو یخچال لیست پیدا میکنم. نمیخواد دیگه نگران نباش. چرا
اصلا شما امشب با من. وا مگه تو آشپزی بلدی؟ بله که بلدم. تو خوابگاه همه برای غذاهای آقا مسعود سر و دست میشکنن. جدی؟ آفرین. اوه 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 چه خبره اینجا؟ جنگ بوده؟ چی؟ میگم جنگ بوده تو این آشپزخونه؟ ای بابا مامان جان میدونی که من دست تنها. آخه ربطی به دست تنهایی نداره مادر من، غذایی که خوردین رو جمع کنین بذارین تو ظرفشویی. حالا یه چند روز درگیر بودم، فردا پس فردا یکی میاد کمکم. اینجا رو ببین، یخچال خوابگاه پرملاتر از یخچال خونه تابشه. قبلا یه چیزی مفید پیدا میشد این تو، الان نگاه کن. وای اون وقتا دل و دماغ داشتیم، الان دل و دماغی برامون نمونده که. ملک خانوم میومد، دوتایی با هم میرفتیم خرید میکردیم، یه هوایی میخوردیم، درد دلم میکردیم. بیچاره الان انقدر سنش رفته بالا، مسعود اصلا نمیتونه بیاد اینجا، ولی بعضی وقتا میاد یه غذای فریزم درست میکنه برامون. اقلن گاهگداری در این یخچال رو باز کنیم، میوه گندیده ها رو بریز بیرون. سیب زمینی نداریم؟ خوب شد اومدیم، دیشب خیلی تماس گرفتم جواب ندادیم. چرا ناسازگاری میکنه؟ نمیدونم، پرستار میگه از شما حرف شنوی داره. میدونه من اومدم؟ بله، اتفاقا به خاطر همین راضی شده حمام کنه. از موقعی که بیماری شدت پیدا کرده اخلاقش هم بد شده، دیگه بیرون نمیاد. مگه شما بیای؟ شما هم که کمتر میای اینجا. گرفتار بودم، من سعی میکنم بیشتر به سر بزنم. به خاطر هزینهش مجبوریم جاشو عوض کنیم. نگران هزینهش نباشید، هر طور شده جفت جورش میکنم. خب شما که مشغله دارین، کسی رو ندارین که بیاد تره خشکش کنه؟ غیر از من کسی رو نداره. دختر چی؟ میگن دخترش آمریکاست. شما نمیخواین به خواهرتون بگین؟ بهش دسترسی ندارم. قدیما میگفتن دختر از پسر بیشتر به پدر مادر میرسه. بگذاریم، اگه اجازه بدیم من چند دقیقه باشون حرف بزنم. اگه مشکلشو حل میکنه بفرمایید. ممنون. با من کاری نداری؟ ممنون از وقتی گذاشتید. خواهش میکنم، من برم به کارهای عقب افتادم برسم. خدا نگهدارش. بهشون گفته بودم حق ندارم به تلفن بزنم. اگه اونا هم تلفن نمیزدن خودم میومدم. سفر درست میشه. به نظرم یه هماهنگی بکن، با بابا بریم ترکیه خونه خاله پری. به فکرش هستم، ولی تنها میخوام برم. تنها برای چی؟ با بابا بریم، هم استانبول رو میگردین، هم یه حال هوایی عوض میکنین، روحیت رو تغییر میکنه. یه چیزی میگی مامان جون، دل خوش سیری چند. با بابات برم که بدتر روحیم خرابتر از این بشه که الان هست. مطمئن باش اونجا بیاد سرش گرم میشه، دیگه به من و تو هم گیر نمیده اینقدر. همین خیال باش. سلام بابا. سلام. حالا چطور؟ باد اومد و بویم ورا ور. خورشید از کدوم ور در اومده؟ قدم رنجه فرمودی، خونه رو مزین کردی، منور کردی، خوش اومدی. یه چند روزی بود میخواستم بیام سر بزنم، ولی خب به خاطر مشغله دانشگاه و پایان‌نامه‌ام نتونستم، ببخشید. خدا رو شکر حداقل این فرصت طلایی نصیب بنده شد. راستی پیاده ای؟ چی؟
اومدم تو خونه ماشین جلو در نبود. ها ماشین پیش یک از دوستامه. خوش به حال دوستات. شلغمه؟ کی دوستم؟ نه اونی که رو گازه. ها اون که سیب زمینیه، گذاشتم آپز بشه بخورم. ببینم معدت بزرگ شده یا تا این وقت روز نهار نخوردی؟ نه فرصت نکردم نهار بخورم. همون رفیق فابریکت که ماشین لاکچری بند زیر پاشه نمیتونه دست بکنه تو جیبش یه نهار خشک خالی مهمونت کنه؟ بابا جان من بعد از مدت ها اومدم شما رو ببینم، مامان رو ببینم. به جای این تیکه و لغزا بریم بشینیم با همدیگه یه ذره گل بگیم، گل بشنویم، بهتر نیست؟ به به چه حرفای قشنگ قشنگی یاد گرفتی بزنی. آفرین باریکلا. استادا تو دانشگاه بهت یاد دادن یا دوستات توی خوابگاه؟ پدر جان من اومدم خونه آرامش پیدا کنم. یعنی تا وقتی که من نیومده بودم خونه مادرت بهت آرامش نداد؟ تو خوابگاه دچار کمبود عاطفه شدی؟ تو دانشگاه محبت ندیدی؟ سرتو انداختی اومدی خونه که محبت و عاطفه ببینی؟ آره؟ اینقدر مسخره نکن. بس کن فرزاد، بعد از این همه مدت بچه مده یه سری به ما بزنه. هی نیش تو زبونت به خوشی نمیچرخه؟ چه عجب خانم خانوما با دیدن آقا پسرش نطقش باز شد. با این طرز رفتار و حرف زدن تو سنگم به صدا در میاد، چه برسه به من. زبون که نیست، مار قاشی است. این همه عمر منو هرس دادی، چزوندی، بسد نبود، حالا گیر دادی به این بچه؟ بس کنی تو رو خدا. من بعد این همه مدت اومدم خونه حالم خوب بشه. اگه میدونستم شما دوباره میافتیم به جون هم دیگه غلط میکردم بیام. تو اگه خونه و خونوادت سرت میشد نمیرفتی اون خوابگاه سپرتی بگیری کپه مرگتو بذاری؟ فرزاد علتشو نمیبینی؟ واقعا فکر کردی توی خوابگاه حال من بهتر از اینجاست؟ مسعود جان صبر کن مامان. آروم باش. من بچه تهران چرا خوابگاه رو به خونه زندگیم ترجیح دادم ها؟ تا کی باید صورتمو با سیلی سرخ نگه دارم؟ تا کی باید به رفیقان بگم نه من به خاطر دلتنگی میام پیش شما؟ وگرنه من پدر دارم، مادر دارم، کانون گرم خانواده دارم. نه آقا جون، حالم از این همه دعوا مرافع به هم میخوره. خستم کردین، تو این همه گرما من سوختم. صدا تو بر من نبر بالا. اگه سوختی، اگه بریدی، بهتره بری همون خوابگاه پیش رفیقات، از این جهنمم راحت شی. باشه میرم خوابگاه، این جهنمم بمونه برای شما. خوش اومدی. راه باز، جاده دراز. مسعود مامان نذاشتی بچم غذاشو بخوره. نمیخواد تو دیگه قصه بخوری. الان میره خوابگاه پیش رفقاش، به جای سیب زمینی پخته نیمرو میخوره. باشه بیا. نمیخوره. به قول دایی سنگی که میتونی بلند کنی بهش تکیه نکن. به این جوان نباید تکیه میکردی. باشه بیا. تنهایی از گلون پایین نمیرم. معلومه گلوت پایین نمیره. چگاه کنم؟ خیلی گشنم. بیا مسعود بیا. نه نمیخوام. خب بیا ناز نکن دیگه. نمیخوام بخور. بیا خوشمزه است. بودو دیگه بودو بیا. آمریکا تو این شرایط چجوری میتونی غذا بخوری؟ به همین راحتی. شکم گشنه که این هم حرف حالش نیست. در وقت اصلی میشم بیشتر میخوام. چرا جواب ندی؟ مهم نیست جواده. میدونم جواده. میگم چرا جوابشو ندی؟ شاید کار داشته باشه. چند بارم به تو زنگ زده. چرا تو جواب ندی؟ من فرق میکنم. نه خیلی فرق نداری. تو هم مثل من از دست کارهای جواد خسته شدی. از ارد دادناش کلافه شدی. بله. قاسم جون، گفتم من فرق میکنم. من حاضر بودم هر چیزی ازش بشنوم جز اینکه به رفاقتم شک کنه. به همین رفاقتمون قسم من دیگه نمیتونم.
بچه خوبیه درست، مخش خوب کار میکنه درست، با معرفت درست، ولی دیگه نباید یه تنه جلو بره. آره منفی بند خدا حق داشت، حتما نباید آپولو هوا کنیم. مافی؟ بله خانم الناز مافی. زود بخور زود بخور، الان جواب میاد همه رو میخوره. بعد یه چیز بگو که چکار کنیم که چشمون بهش نخوره. نگران جواد نباش، بروبی اومد سویچو داد به آقا شرف رفت، امشبم بیا نیست. جدی؟ چه زودتر نگفتی، عذاب گرفته بودم کجا برم تا چشمم بهش نخوره. خانم مافی گفت ها؟ مافی بنده خدا، مافی حق داشت. آره من رو نگاه کن قاسم، از کی تا حالا مافی حق داره ما خبر نداریم؟ از موقعی که پرندمونو گرفتم، فعلا تنها راه حل من همین خانم مافیه. منظور؟ میخوام ازش بخوام که من تو تیمشون راه بده. چیکار کنی؟ میخوای بری تو تیم کاوش؟ قاسم همدم، مهندس قاسم همدم میخواد بره تو تیم کاوش بشه زیر دست الناز مافی؟ واقعا خجالت نمیکشی؟ خیلی نامردیه، اگه جواد بفهمه چی میشه؟ آینده خانواده از جواد مهمتره. خیلی نامردی، لقمت هم نخواستم. تو از فقر رو نداری چی حالیت میشه که دارم باید بحث میکنم؟ آره بابا تو حرف میزنیم فقر رو نداری، فقر رو نداری، مظلوم نمایی میکنی، تو میفهمی. کجا رفتی؟ بیا غذا تو بخور. شنیدم حسابی بد اخلاقی کردین، مدیر شکایت همون نرفتنتون رو میکرد. شستن یه مرده‌ی متحرک چه فایده‌ای داره؟ باید کم کم فکر گورم باشم. این چه حرفیه؟ تازه میخوام براتون آستین بالا بزنم. در سرم نذار، واقعیت دیگه. اون روزا که تو زندان بودم همش به خودم میگفتم برم اون ور دیوار زندگیمو درست میکنم، اما نشد، یعنی نتونستم. الانم روی این ویلچر به خط آخر رسیدم. حالا فهمیدم که باید به این ور دیوارم عادت کنم. هر موقع دلتون خواست خودم میام دنبالتون، با هم میریم بیرون یه دوری میزنیم، حالا هواتونم عوض میشه. با این چیزا حال روز من عوض نمیشه. آقا جواب جانم یه لحظه بشین. چیزی شده؟ نه چیزی که نشده، من فقط اومدم ببینم بهتون حالتون رو بپرسم. تو این مدت فهمیدم هر وقت دلت از جایی پره میای سراغ من. من سالها تو رو از دور دیدم، با همه رفتاری کردار تماشنام. تو فکر مژگانی؟ مگه میشه نباشم؟ ردی ازش پیدا کردی؟ همه میگن بی خودی دارم خودم خسته میگم. اگه اونم دلش میخواست منو ببینه خب حتما یه خبری از خودش بهم میداد. مهم خودتی، میخوای ببینیش یا نه؟ هر بار اومدم بهش نزدیک بشم یه چیزی عقبم کشونده. رفتن دو کوچه رسید. اگه نتونیم دفاعیمونو به موقع تحویل دانشگاه بدیم اولا بورسیمون میره رو هوا. الان من تو خیلی شبیه هم هستیم، فقط من پای رفتم ندارم. رفقان فکر میکنم من از اونا محکمترم، فکر میکنن از اونا صبورترم، دیگه خبر از دلم ندارن که، نمیدونن از درون دارم از هم میباشم.
تو تمام این روزا، تمام این ماها، تمام این سالا در به در به هر دری زدم که به مژگان برسم. یعنی آدم مژگان کجاست؟ چه کار میکنه؟ بهش خوش میگذره؟ ناامید نشو، بگرد پیداش کن. نظرم مثل من حسرت یه بار دیدن به دلت بمونه. چشم. چه خوش تیپ شدی. میخوام خودتون رو ببینم. از اون روزی که تنهامون گذاشتی، من از این خونه بیرونم نمیرم. تو دل و پس دل تنگیم نباش، من به دنیا اومدم.